بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با اولین جلسه از آموزش مقدماتی نرم افزار مطلب. خب نرم افزار مطلب، اسم خود نرم افزار از دو کلمه مت و لب تشکیل شده که مت اون از کلمه ماتریکس و لب اون از لابراتوری گرفته شده که به معنای آزمایشگاه ماتریس هستش، که نشون میده که این نرم افزار مبتنی بر محاسبات ماتریسی هستش و یک نرم افزاری هستش که میتونه کارهای عددی رو به شکل ماتریسی خیلی خوب انجام بده. آخرین ورژن این نرم افزار دوستان عزیزم ورژن 2021B هستش که سپتامبر سال 2021 عرضه شده. نرم افزار مطلب معمولاً در هر سال میلادی در دو ورژن 2021 و 2021A و 20 در واقع در دو ورژن A و B عرضه میشه که امسال هم در دو ورژن 2021A و B عرضه شده. معمولاً ویژگی های جدید، توابع جدید در نسخه 2021A در نسخه A در واقع ارائه میشه و نسخه پایدار در هر سال نسخه B اون هستش. بنابراین ما دوستان عزیزم هر وقتی که بخواید دانلود کنید ورژن B نرم افزار مطلب رو اگه دانلود بفرمایید نسخه بهتری هستش. ما برای کدنویسی به زبان مطلب هم میتونیم از خود مطلب استفاده کنیم که اصطلاحاً نسخه کامرشیالش هستش، کامرشیال ورژن هستش، نسخه تجاری اون هستش که توسط شرکت ماس ورکس توسعه یافته شده. به جای استفاده از این نرم افزار در واقع مطلب مربوط به شرکت ماس ورکس میتونیم از یک نرم افزار اوپن سورس و در واقع غیر تجاری که فری هستش به اسم اکتیو استفاده کنید. دقت بفرمایید بچه‌ها، نسخه مطلب که یک نسخه تجاری هستش و شامل خود مطلب هستش، سیمولینک هستش، شامل تول باکس های مختلفی هستش، حجم خیلی زیادی داره. مثلا ورژن 2018 که روی سیستم خودم هستش حجم نصب نشده اون حدود 12 گیگ هستش و حجم ورژن 2021 در حدود 20 خورده گیگابایت هستش، در صورتی که نرم افزار اکتیو که اگر خود اسم اکتیو رو سرچ بفرمایید و به صورت فری میتونید سریع نسخه در واقع مجانی، نسخه مجانی اون رو که همه نسخه‌هاش هم مجانی است رو دانلود بفرمایید، در حدود 300 مگابایت خیلی سریع نصب میشه و خیلی راحت هستش و غیر تجاری و رایگان هستش و به راحتی نصب میشه. ولی دوستان گرامی باید دقت بفرمایید که خود مطلب شامل در واقع خود نرم افزار هستش و به اضافه یک سری ابزارهای دیگه که این ابزارهای اضافی داخل اکتیو نیستش. محیط نرم افزار اکتیو یک جوری شبیه خود اصل مطلب هستش، یک محیط در واقع کامند ویندو داره که مربوط به تایپ دستورات هستش که الان من تو اسلاید بعدی روی خود نرم افزار مطلب نشونتون میدم. یه قسمتی داره در واقع کارنت فولدر هستش، پوشه جاری رو نشون میده. یه قسمت ورک اسپیس هستش که متغیرها رو داره و اینجا هم دستوراتی که کامنت هیستوری هستش که دستوراتی قبلا نوشته شده رو اینجا داره. این محیطش نرم افزار اکتیو دقیقاً شبیه به مطلب هستش که حالا در ادامه بهتون میگم که اکتیو چه قسمتایی از مطلب رو داره و چه قسمتایی از مطلب رو نداره. محیط نرم افزار مطلب ورژن 2018 همون جوری که عرض کردم رو من اینجا نشون دادم. این صفحه اصطلاحاً اسپلش اسکرین هست، اسپلش فرمی هستش که مطلب داره، یعنی اون فرم پنجره اولی که با اجرای برنامه نشون داده میشه بهش میگن اسپلش فرم. این اسپلش فرم نرم افزار مطلب هستش که مربوط به ورژن 2018 و این هم محیط در واقع GUI یعنی محیط گرافیک کاربر
نرم افزار مطلب هستش که به این صورت ملاحظه میفرمایید. خب این محیط مطلب بچه ها یک قسمت کادر بزرگ این بالا داره که بهش میگن مین ریبون، یعنی ریبون اصلی هستش که حالا توی نرم افزاری مثل ورد، اکسل، مجموع نرم افزار آفیس میتونید این رو ببینید. این در واقع سه تا تب داره، تب هوم، پلاتس و اپس هستش که در این تب شاید مهمترین در واقع دستوری که داره همین نیو اسکریپت هستش که حالا جلوتر توضیح میدیم و اوپن کردن یک فایل هستش و خیلی حالا با بقیه دستورات و یا بقیه تب ها خیلی کاری نداریم. خب یک نواری زیر همین مین ریبون هستش که در واقع پوشه جاری رو نشون میده. در این پوشه جاری بچه ها اگر کدی ما سیو کنیم وقتی که نیو اسکریپت میزنیم، این نیو رو که حالا باز عرض میکنم توضیح بیشتر میدم، وقتی که فایلی رو درست میکنیم ذخیره میکنیم، در این پوشه جاری اگر ذخیره کنیم و ران کنیم، در این پوشه جاری محتوای پوشه جاری رو این قسمت تو کارنت فولدر نشون میده. خب این پوشه جاری کجا باشه و این فایل هایی که اینجا باشن در واقع چه تأثیری داره، اینا رو هم انشالله بعداً بهتون میگیم. به صورت خلاصه اینه که اگر ما توابعی رو به صورت فایل های مجزایی در واقع در یک فایل های ذخیره کنیم و در یک فایل دیگه بخوایم از اون استفاده کنیم، بایستی حتما در یه پوشه باشن و یا اینکه اون پوشه رو به مطلب در واقع بفهمونی که اون پوشه ها رو هم سرچ کنی، که حالا این نحوه سرچ کردن رو تو قسمت ست پت بایستی تعریف کنی که این رو هم باز بعدن بهتون میگیم. یک در واقع پیش پیش یک مواردی میگیم که حالا بعدن که رسیدید یه مقداری ذهنیتی داشته باشه. یه قسمتی داریم ورکسپیس هستش که متغیرها داخل اون سیو میشه و یه قسمت بزرگ اینجا داریم که کامند ویندو هستش و محل تایپ دستورات هستش. یه قسمت پایینم که اصطلاحا استاتوس بار هستش، وضعیت نوار وضعیت هستش. خب بریم روی محیط نرم افزار مطلب. همون جوری که عرض کردم این نوار بالایی که میبینید این یه ریبون اصلی نرم افزار مطلب هستش که سه تا تب داره، تب هوم، تب پلاتس و تب اپس هستش. این تب هوم در واقع تب اصلی هستش که مثل اکثر برنامه ها میتونید یک نیو اسکریپت رو بزنید که محل نوشتن در واقع کدهای برنامه است. نیو لایو اسکریپت رو داریم که توی ورژن های جدید به نرم افزار مطلب اضافه شده و در واقع میتونید هم توضیحات و هم کد رو در یک جا و هم خروجی ها رو در یک جا با همدیگه داشته باشید و حالا میتونید باز کنید و فایل های قبلی رو باز کنید و یک سری دستورات دیگه‌ای که توی این قسمت هستش و بیشتر و عموما تنظیمات و یا دستورات کلی مطلب هستش. یک تب پلات داریم که برای ترسیم نمودارها میشه ازش استفاده کرد، ولی معمولا از این تب هیچ وقت استفاده نمیشه و ما پلات هایی رو که داریم، ترسیماتی رو که داریم، با کد نویسی خیلی راحت میتونیم انجام بدیم. و از تب اپس هستش که تول باکس هایی که نصب میشه، پکیج هایی که نصب میشه اینجا خودش در واقع به اینجا اضافه میشه. مثلا اینجا کرف فیتینگ یک تول باکسی هستش که روی در واقع مطلب نصب هستش برای در واقع فیت کردن نمودارها هستش. اینجا تول باکس اپتیمایزیشن هستش که برای بهینه سازی به کار برده میشه و بسیاری دیگه از تول باکس هایی که اینجا نصب هستش و میبینید این ورژن فول ورژن مطلب هستش. بد نیست بدونید که مطلب به صورت عادی این اپس ها رو نداره. قیمت نرم افزار مطلب بدون این تول باکس ها در حدود 2000 دلاره، ولی همینایی که نصب میشه روی سیستم که معمولا توی ورژن کرک شده ای که توی ایران هستش همه اینها یه جا نصب میشه، همراه با این تول باکس ها قیمت مطلب در حدود 20000 دلار قیمت داره که قیمت خیلی بالایی هستش. خب این محیط کلی نرم افزار مطلب هستش. ما بخوایم کد نویسی انجام بدیم بچه‌ها،
با زدن نیو اسکریپت میتونیم یک کد جدید بنویسیم. ببینید یک صفحه ادیتور باز میشه که داخل این ادیتور میتونیم کد نویسی انجام بدید، که من قسمت های مختلف این ادیتور رو حالا تو صفحه بعد نشونتون میدم. اینجا هم میبینید خود ادیتور سه تا تب دیگه داره، یک ریبون اصلی داره، نام فایل داره که توی اینجا توی این قسمت میتونیم کد نویسی انجام بدیم، که حالا انشالله در ادامه ما کد نویسی هم خواهیم کرد. خب این ادیتوری که میبینید بچه ها در واقع قسمت های مختلفی که داره، یک در واقع ریبون اصلی داره و سه تا تب، در واقع بچه ها باز زدن این به اضافهی که این قسمت ریبون داره و یا اینکه این قسمت به اضافهی که این بالا وجود داره، ما میتونیم یک صفحه جدیدی باز کنیم. مثلا اینجا من 1, 2, 3, 4, 5 تا در واقع صفحه جدید برای کدنویسی باز کردم که میتونید اینجا ببینید ما چیزایی که تایپ میکنیم تو این قسمت میتونیم در واقع کدها رو پشت سر هم تایپ کنیم و بعد از این که ذخیره کردیم میتونیم با زدن این دکمه سبز و یا کلید F5 در صفحه کلید ما این رو ران کنیم. ببینید بچه ها بعضی از نام فایل ها میبینیم که جلوشون یک ستاره ای هستش. این ستاره به این معناست که اون کدی که نوشتی تغییر پیدا کرده و سیو نشده. پس این نکته ای هستش که لطفاً مد نظر داشته باشید. این محیط در واقع نیو اسکریپت در حالت عادی وقتی که مطلب نصب میشه، در واقع به محیط مطلب چسبیده است، به این صورتی که خدمتتون عرض میکنم. من یه نیو اسکریپت میذارم که باز بشه، حالت چسبیدهش رو میارم داک ادیتور. ببینید وقتی که مطلب نصب میشه تو حالت عادی، ببینید هم محیط مطلب هست و هم ادیتور هست که به صورت یک قسمتی از صفحه مطلب اون رو میبینید. و نکته جالب اینه که دیدید که مطلب سه تا تب داشت و ادیتور هم سه تا تب داشت. تو این حالتی که به این صورت هستش، سه تا تب مربوط به ادیتور هم میاد و در تبها به تب اصلی به ریبون اصلی مطلب اضافه میشه و اینجا میبینید 6 تا تب داره. من خودم به شخصه دوست ندارم این حالت رو که ادیتور چسبیده به محیط باشه. چرا؟ چون کدنویسی ما، محل کدنویسی ما در این قسمت کوچولو میشه و خروجی ما هم این کامند ویندو هم کوچولو میشه. من خودم ترجیح میدم که این قسمت رو در واقع آنداک کنم، یعنی خارجش کنم، آنداکش کنم، یعنی از حالت چسبیده به محیط اصلی و جداش کنم. به این صورت وقتی که جدا میشه ما یک صفحه بزرگی برای نوشتن کد داریم که در این قسمت میتونیم کد بنویسیم و وقتی که کار کدنویسی ما انجام شد اون ران میکنیم. در صورت این که خروجی داشته باشیم، ما خروجی رو در این قسمت کامند ویندو خواهیم دید. یعنی این که بچه ها ما موقعی که کدنویسی میکنیم احتیاجی نداریم که صفحه اصلی رو ببینیم و بالعکس وقتی که داریم نتایج رو بررسی میکنیم معمولا خیلی احتیاجی نداریم که صفحه ادیتور رو ببینیم. بنابراین هر کدوم از اینها جدا باشن، سه تا تب خودش جدا، کل ریبونش جدا، اینم سه تا تب و ریبونش جدا و هر کدوم از محیط‌ها جدا باشه، معمولا بهتر هستش. شما هم سعی کنید که همین کار رو انجام بدید. خب دوستان عزیزم، همونجوری که عرض کردم مطلب یک هسته اولیه داره و یک قسمت‌هایی که بهش اضافه میشه. یکی از قسمت‌های اصلی که به مطلب اضافه شده و خیلی از مهندسین و محققین، مخصوصا مهندسین برق و مکانیک، ازش استفاده میکنن، قسمتی است به اسم سیمولینک. سیمولینک یک قسمتی هستش که برای کارهای شبیه سازی بدون اینکه کدنویسی لازم باشه تا حد ممکن ازش استفاده میشه، یا در واقع برنامه نویسی گرافیک، قسمت گرافیک، برنامه نویسی گرافیکی مطلب هستش. یک نرم افزار دیگه مشهوری که مشابه با سیمولینک هستش و خیلی مشهور هستش، نرم افزار لب ویو هستش. نرم افزار لب ویو، این لب ویو هم یک نرم افزار ارزم به حضورتون کد نویس، در واقع نرم افزار برنامه نویسی بدون کد نویسیه، یعنی برنامه نویسی به صورت گرافیکی. پس این سیمولینک
یک قسمتی از مطلب هستش که برای این کار ازش استفاده میشه، که اون اکتیوی که خدمتون عرض کردم فقط این قسمت آبی هستش و سیمولینک رو نداره و البته تول باکس ها رو هم نداره. تول باکس ها چیا هستن؟ همون قسمت هایی بودن که دیدی در تب اپس صفحه اصلی مطلب بودن که شامل تول باکس اپتیمایزیشن، ایمیج پروسسینگ، نورال نتورک، سیگنال پروسسینگ، سیمبولیک کلکیولیشنز و غیره و کلی تول باکس دیگه‌ای که برای مطلب هستش و تقریبا همه کارها رو میتونیم با مطلب میتونیم انجام بدیم، کارهای تحقیقاتی و محاسباتی، کارهای محاسباتی که نیاز هستش. همون جوری که عرض کردم نرم افزار اکتیو فقط شامل این قسمت هستش و اگر بخوایم که بعضی از تول باکس ها رو مثل اپتیمایزیشن یا حالا هر چی دیگه رو روی اکتیو نصب کنیم، کافیه سرچ کنیم اکتیو مثلا نام اون تول باکس. معمولا و تقریبا برای همه تول باکس های مطلب ما به ازایی برای در واقع اکتیو هست و میتونیم بگیم که هیچ مشکلی نداره که بعضی از دوستان از اکتیو استفاده کنن و اون تول باکس مورد نظر رو بعداً بهش اضافه کنم. البته ما در این درس هم هیچ کدوم از تول باکس های مطلب رو توضیح نخواهیم داد بجز در واقع تول باکس مربوط به محاسبات سیمبولیک که حالا انشالله برسیدیم اینا رو به خدمتتون میگیم، یعنی محاسبات سیمبولیکی که بعداً خواهیم گفت توی مطلب کار میکنه ولی توی اکتیو به صورت عادی کار نخواهد کرد. خب بریم سراغ اولین کد نویسی هایی که در مطلب انجام میدیم. خب ما اینجا چند تا کد رو در کامند ویندو تایپ کردیم و اجرا کردیم. اولین چیزی که در واقع اولین خط دستوری که نوشتم اینه که آ مساوی با ای. این تعریف یه متغیر هستش، متغیری به اسم آ که مقدار یک رو داخل اون ریختیم. میبینید این رو آ مساوی یک اینتر بزنیم حاصلش رو نشون داده و این دوتا علامت بزرگتری که اینجا میبینید این رو بهش میگن مکان نمای مربوط به مطلب، که اینجا در این خط مکان نما کد نوشته شده و اینجا نتیجه ای هستش که مطلب برگردونده. اینجا نوشتیم بی مساوی است با دو به اضافه آ، آ مقدارش یکه بنابراین بی مقدارش میشه سه. خود مطلب بچه ها میتونه یک ماشین حساب در واقع پیشرفته باشه، یعنی ما میتونیم هر نوع محاسباتی رو که بخوایم توی مطلب انجام بدیم. مثلا من اینجا یه ضربه حالا عادی نوشتم ولی حالا هر چی که اینجا این محاسبات هر جوری که بفرمایید پیچیده‌تر باشه خیلی راحت مطلب میتونه انجام بده. این محاسباتی رو که اینجا انجام داده ما داخل متغیری نریختیم، یه همچین حالتی رو به صورت پیش‌فرض مطلب داخل متغیری به اسم انس که همون انسبر هستش، پاسخ هستش، ذخیره میکنه. در واقع آخرین متغیر دیتایی که مطلب ذخیره کرده داخل این متغیر ثبت شده. خب ما همین کدها رو میاییم داخل مطلب تایپ میکنیم تا هم به محیط آشنا بشیم و هم این دستورات رو ببینید. خب ببین بچه ها، دوستان عزیزم، ببینید من تا تایپ میکنم آ مساوی با یک و اینتر میزنم دقت بفرمایید که ببینید ورک سپیس چی میشه. من آ مساوی با یک قرار میدم، ببینید نتیجه رو داد، گفت که آ یک، خب هیچ. ولی تو ورک سپیس هم میبینید که متغیری به اسم آ ایجاد شده و مقدار یک رو براش نمایش داده. خب حالا فرض کنید مقدار B مساوی با A به اضافه 2 که حالا حاصلش میشه 3. این B رو به دست آورد، یعنی جمع رو انجام داد، داخل B قرار داد، B شد 3. میبینید داخل ورکسپیس هم این B قرار گرفت. حالا همون جوری که عرض کردم این مطلب یک ماشین حساب خیلی پیشرفته است. مثلا فرض کنید بخواید حاصل جمع یک فاکتور رو جمع کنید، مثلا 3 تا 20,000 تومان به اضافه 6 تا 18,000 تومان به اضافه 12 تا 15,000 تومان به اضافه 13 تا 11,250 تومان و غیره، مثلا 10 تا
20 تومن 20000 تومن. خب ببین خیلی راحت اینا رو در واقع جمع و ضرب میکنه دیگه. حالا من این رو به عنوان مثال آوردم، این داخل متغیر به اسم انتمر ذخیره کرد، جمعش شد 640250 تومن. مثلا فرض کنید این حاصل رو میخوام دو برابر کنم، دو برابر ضرب در انتمر، یکو مثلا 280. به این صورت بچه ها، حالا میبینید بچه ها این انتمر هم اینجا ظاهر شد. پس متغیر آ، انتمر و بی به ترتیب حروف الف با اینجا قرار میگیرن و مقدار محتوای اونها هم اینجا نمایش داده شده. پس بچه ها ورک اسپیس چیه؟ ورک اسپیس جایی هستش که کل متغیرها و مقادیری که اونها رو تعریف کردیم رو نشون میده. اینجا جای ورک اسپیس هستش. خب بریم سراغ یک سری چند تا عدد خاص در مطلب. یکی عدد آی هستش و یکی هم عدد جی. عدد آی و جی، هر دوتای عددهای آی و جی به صورت عادی برای مقدار رادیکال منفی که همون عدد در واقع واحد مبهم، واحد موهومی هستش، ذخیره شده. خب پس مقادیر آی و جی پایه اعداد مختلط هستند. مثلا بنویسیم یک به اضافه آی، ببینید حاصل همون یک به اضافه یک آی هستش. پنج به اضافه سه ضرب در جی، جی هم رادیکال منفی یک میشه که میشه پنج به اضافه سه آی. یک نکته ای که هست اینه که معمولا بچه ها متغیرهای آی و جی به صورت سنتی متغیرهایی هستن که وقتی که در حلقه ها، حالا برسیم بهتون میگیم، در حلقه ها معمولا اون شمارنده حلقه ها به صورت سنتی برنامه نویس ها به عنوان متغیر در واقع اندیس به کار میبرن. یعنی چی؟ یعنی مقدار آی رو مقدار دهی میکنن، یعنی میگن که آی بشه پنج. وقتی که آی بشه پنج یعنی اون مقدار دیگه رادیکال منفی یک رو نداره. ببین آی اینجا شد پنج، یا جی رو مقدار بدیم مساویه با سه، پس دیگه جی اون پایه عدد مختلط نیست. پس چه کار کنیم که رادیکال منفی یک رو بنویسیم؟ آیا لازمه دستور رادیکال رو بنویسیم و بنویسیم منفی؟ نه بچه ها، برای اعداد پایه اعداد مختلط ما همیشه اگر بخوایم اعداد مختلط رو بنویسیم، مثلا بخوام 2 به اضافه 5 آی رو بنویسم، 2 به اضافه 5 آی رو وقتی که میخوام بنویسم، اینجا ضرب در آی نیازی نیست بنویسم 5، و بدون فاصله اگر آی رو بنویسم همیشه این رو به عنوان یک عدد مختلط در نظر میگیره و حاصلش میشه چند؟ 2 به اضافه 5 آی. در صورتی که اگر مینوشتم 2 به اضافه 5 ضرب در آی، این آی مقدار محتوای چی رو میداد؟ همون 5 رو میذاشت جاش، 5 5 تا 25 تا به اضافه 2 میشد 27 تا. پس ما اگر بخوایم اعداد مختلط رو در واقع بنویسیم، پایه عدد مختلط یعنی آی همیشه در همه حال یک آی هست. هیچ وقت یک آی مقدارش خراب نمیشه، مقدارش جایگزین نمیشه، برخلاف آی و جی که اینجا آی شده 5 می آی جی هم شده 3. پس یک آی همیشه رادیکال منفی یک هستش، یک جی هم به همین صورت رادیکال منفی یک هستش. خب عدد بعدی که معمولا خیلی ازش استفاده میکنیم عدد پی هستش، عدد 113/14. مثلا اگر بخوایم سینوس 90 درجه رو حساب کنیم، مینویسیم سینوس پی دوم. پس این عدد پی همون عدد 113/14 هستش که ما در واقع برای تعریف زوایا معمولا ازش استفاده میکنیم. خب بریم سراغ چند تا دستور عمومی و کلی در مطلب. خب ما دستوری داریم به اسم CLC. CLC به معنای Clear Command Window هستش، پاک کردن خط فرمان. دستوراتی که Clear رو داریم مربوط به پاک کردن Workspace هستش. خب که الان من بیام داخل مطلب اینا رو نشونتون خواهم داد. یک دستور Who رو داریم که برای نشون دادن متغیرهایی هستش که داخل ورک اسپیس هست، و یه دستور هوز رو داریم که باز همون متغیرهای داخل ورک اسپیس رو نشون میده ولی با دتایل بیشتره. دستور هلپ رو هم داریم که
در مورد هر دستور دیگه‌ای که باشه میتونیم از اون استفاده کنیم. خب بریم سراغ این دستوراتی که عرض کردم و اونها رو داخل خود محیط مطلب تست کنیم. اول دستور CLC هستش بچه‌ها. CLC بچه‌ها صرفاً باعث پاک کردن کامند ویندو میشه و کار خاص دیگه ای نمی کنه. همین را فقط خلوت می کنه. من الان به محض اینکه اینتر بزنم این کامند ویندو پاک میشه. اینتر میزنم پاک شد همین. ولی بچه ها دستور کلیر دستوری هستش که باعث پاک شدن متغیرها داخل ورکسپیس میشه. یعنی من الان دستور کلیر رو بزنم، اینتر بزنم، تمام متغیرها داخل ورکسپیس پاک میشه. ولی ما دستور کلیر رو یه جوری دیگه میتونیم استفاده کنیم، به این صورت که مثلا ما میتونیم متغیر آی رو پاک کنیم. کلیر آی اگر انجام بدیم محتوای آی پاک بشه، یعنی ما ورکسپیس مقدار نداشته باشه، این آی محتواش میشه چی بچه ها؟ محتواش میشه همون مقدار پیش‌فرضش. یعنی الان آی رو اگر بنویسیم این آی دوباره میشه همون رادیکال منفی یک. ببینید همون رادیکال منفی یکه. خب ما پس با دستور کلیر میتونیم یه متغیر رو یا چند متغیر رو با هم دیگه پاک کنیم. مثلا متغیر آی، متغیر جی و آ، دو متغیر رو میتونیم پاک کنیم. ببینید تا اینتر بزنم اینا از ورک اسپیس حذف میشه، به معنای اینه که از کل حافظه حذف شده. این دستور کلیر یک دستور مهم هستش چون باعث در واقع آزاد شدن حافظه میشه. من الان یک دستوری مینویسم سی مساوی هست بچه ها اعداد یک تا مثلا 100 میلیون، یک تا ای 8، اعداد یک تا 100 میلیون. من یه نقطه ویرگول هم میذارم، این نقطه ویرگول اجالتا بدونید اگر آخر دستوری باشه دیگه نتیجهش رو مطلب گزارش نمی کنه. یعنی من الان عدد یک تا 100 میلیون رو مطلب نمیخوام بگم که نشون بده. حالا 100 میلیون یه فکر کنم زیاده، یک تا 10 میلیون رو در سی قرار بده. خب خیلی سریع انجام داد. حالا یک و 100 میلیون رو تست میکنم. ببینید اینم 100 میلیون هم خیلی روان بود. 1 میلیارد، سی یک تا 1 میلیارد. خب اینتر زدم، ببینید بیزی شد. یه مقدار دیگه واسه مطلب سنگین شد که out of memory زد بچه، نتونست 1 میلیارد رو هندل کنه. چرا؟ الان خدمتتون میگم. این سی اینجا الان همون آخرین مقدار رو که در واقع 100 میلیون بود رو داره و 1 میلیارد رو نتونست در واقع هندل کنه. خب گفتیم که دستور هو رو دستور هو چیکار میکنه؟ لیست این متغیر رو میده، یعنی answer B و C رو به ما میده. ببین answer B و C. ولی گفتیم دستور هوز چیکار میکنه؟ میاد با دتایل بیشتری اینا رو به ما میده. ببینید دستور answer یه دونه است، مقدارش مقداری که داخلش هست به صورت کامپلکسه، تعداد بایت 16 بایته، عدد B که عدد 3 هستش، سایزش 1 در 1 و چند بایت در حافظه اشغال کرده؟ 8 بایت، از نوع دابل کامپلکس نیست. پس نتیجه میگیریم بچه ها اعداد به صورت عادی مختلط نباشن چند بایت در حافظه اشغال میکنن؟ 8 بایت. یک عدد همیشه از نوع دابل هستش، تمام اعداد به صورت عادی دابل هستش. ولی اعداد کامپلکس بچه ها چون در واقع دو تا عدد هست، دو قسمت دیگه، قسمت ریل، قسمت ایمیجینریه، قسمت حقیقی، قسمت موهومی، این خودش 8 بایت، اینم 8 بایت، 16 بایت تو حافظه اشغال میکنه. و ما اینجا که در واقع این سی آخری که نوشتیم، سی برابر با اعداد 1 تا 1 میلیارد، هر کدوم از اینا 8 بایت بود، یعنی این خودش میشد 8 میلیارد، 8 گیگ. من حافظه کل سیستمم 8 گیگ بود، بنابراین این رو اصلا نتونست انجام بده. یه دفعه میخواستم بگم 8 گیگ رو اختصاص بده به سی، ولی الان سی مقدارش چقدره؟ 800 میلیونه. ببینم 800 میلیونه، بله 800 میلیون، یعنی اون سی آخریه رو تونسته هندل کنه و مقدار دهی کنه که 800 میلیون بود. و این در واقع بچه‌ها این من بهش گفتم 100 میلیون باشه، ولی هر
باید هر در واقع عددی دابلی در حافظه مطلب 8 بایتی ضبط میشه که تبدیل میشه به 800 میلیون یا 800 مگابایت از حافظه رو میگیره. در حدود 1 گیگ از حافظه 8 گیگی من رو الان اشغال کرده. با دستور کلیر بچه‌ها چیکار میکنم؟ این هر چی متغیر دارم همه رو حذف میکنم. با پس زدن کلیر 1 گیگ از حافظه آزاد میشه. ببینید آزاد شد. پس ورک اسپیس پاک شد با دستور کلیر، که این پاک کردن ورک اسپیس منجر به آزاد شدن حافظه میشه. در صورتی که CLC چیکار میکرد؟ کار خاصی نمیکرد، فقط این صفحه رو پاک میکرد. همین. بریم. خب دستور هوز در واقع باعث میشه که نام متغیرهایی که داخل ورک اسپیس هستن رو بیارن. مثلا دستور سی رو نوشتیم از 1 تا 1 ای به توان ای 6. این 1 ای 6 به معنای 1 میلیونه. 1 ضرب در 10 به توان 6. پس اعداد 1 تا 6 اعداد 1 تا 1 میلیونه، یعنی 1 میلیون عدده. مطلب به صورت عادی و چها هر عدد رو مثل آ، مثل همین انسفر، مثل بی، مثل هر کدوم از اعداد داخل سی رو به صورت از نوع دابل ذخیره میکنه. دابل چیه؟ دابل به 8 بایت از حافظه که عدد تون 8 بایت ذخیره میشه بهش میگن دابل. هر بایتی بچه‌ها 8 بیت هستش، هر بایتی خودش 8 بیت هستش. پس در واقع بچه‌ها متغیر نوع دابل 64 بیتی هستش. 64 بیتی هستش که حالا این جای تعجبی نداره که سیستم های ما حالا 64 بیتی هستش. به صورت عادی اعداد در مطلب هم به صورت 64 بیتی ذخیره میشه. پس یه عددی مثل متغیری مثل سی که اعداد 1 تا 1 میلیون هست، این 1 میلیون عدد هر عددی 8 بایت در حافظه ذخیره میکنه، یعنی پس میشه 8 میلیون بایت در حافظه ذخیره کرده. به این صورت بچه ها ما الان حدود 8 مگابایت در حافظه داریم. با دستوری مثل CLC بچه ها ما کامند ویندو رو پاک میکنیم. کامند ویندو چیز خاصی نمیشه، فقط کامند ویندو پاک میشه. ولی با دستور کلیر بچه ها ما ورک اسپیس رو پاک میکنیم. با پاک شدن ورک اسپیس در واقع حافظه در واقع تخصیص یافته حذف میشه از سیستم، و سیستم اگر یک حافظه زیادی رو گرفته باشه اینجا با یک کلیر ما میتونیم پاک کنیم. کلیر رو چند جور میتونیم استفاده کنیم. اگر بنویسیم کلیر آ، فقط آ حذف میشه. اگر کلیر مثلا بنویسیم آ و بی، آ کاما بی، آ و بی حذف میشه، که الان آ وجود نداره. من یه بار دیگه آ مقدار دهی میدم، مقدار دهی میکنم آ بشه 4. مثلا بنویسم کلیر آ و بی، آ و بی، آ کاما بی یا آ فاصله بی، هم آ و هم بی حذف میشن. حالا من مقدار آ و بی رو دوباره میارم. آ مساوی است با مثلا 10، بی مساوی است با مثلا 30. خب میگم که میخوام آ و بی اینجا باشن. ببینید اینا در واقع متغیرهایی هستن که داخل ورک اسپیس هستن. با یک کلیر میتونید همه رو پاک کنید. پس دستور کلیر خالی منجر به در واقع آزاد شدن و پاک شدن کل متغیرها از ورک اسپیس میشه و رم اختصاصی یافته به اونا هم حذف میشه. ببینید ورک اسپیس حذف شد. الان مطلب هیچ در واقع حافظه ای از سیستم رو در واقع اشغال نکرده. خب این یه سری دستورات بود که خدمتون گفتم. دستور هلپ هم هستش که حالا با یه در واقع نام یک دستور یا تابعی در مطلب اگر ببینید توضیحات کوتاهی به ما میده. ما انواع تابع ها رو بچه ها هم تقریبا هر چی به ذهنتون بیاد، توابعی که در ریاضیات داریم در مطلب هم وجود داره. مثل چی؟ توابع مثلثاتی، سینوس، کوسینوس، تانجانت، کوتانجانت، سکانت، کوسکانت. اینها توابع مثلثاتی هستن که داخل مطلب وجود دارن، که اینجا بایستی زاویه‌ای که بهشون وارد میکنیم بر حسب رادیان باشه. ببینید رادیان باشه. در صورتی که ما اگر دستور سین دی، سین
سینوس با ورودی دیگری، با ورودی درجه است. سین دی، کوسینوس دی، تانژانت دی، کوتانژانت دی، سکانت دی، کوسکانت دی، یعنی همون دستورات بالا با یه دی ادامه داشته باشه، ورودی میتونه بر حسب درجه باشه. این به چه معناست؟ به این معنا، من الان این رو سی ال سی میکنم که پاک بشه. ببینید سینوس ما 90 درجه که نمیتونیم بنویسیم، این 90 رادیان میگیره میشه یه مقداری نمیدونم چقدر، میدونید این 90 رادیانه. ولی اگر بخوام سینوس 90 درجه بنویسم، میشه سین دی 90، میشه چند؟ سینوس 90 درجه میشه 1. حالا اگر به صورت سینوس عادی بخوام 90 رو تعریف کنم چیکار میکنم؟ میمیسم پی دوم، پی دوم، سینوس پی دوم، پی بر حسب رادیان دیگه، پی رادیان میشه 180 درجه، پی دوم رادیان میشه 90 درجه، سینوس 90 درجه یا پی دوم رادیان میشه 1. پس دستور سین، سینوس عادی برای حالتی هستش که زاویه ورودی در بر حسب رادیان باشه و سین دی، کوسینوس دی، تانژانت دی، کوتانژانت دی و بقیه برای حالتهایی هستن که ما ورودی بر حسب درجه داشته باشیم. دستور آرک سینوس، آرک کوسینوس، آرک تانژانت، آرک کوتانژانت، آرک سکانت، آرک کوسکانت در واقع دستورات آرک هستن، معکوس توابع مثلثاتی که خروجی اینها بر حسب رادیان هستش و آرک سینوس دی خروجیشون بر حسب درجه هستش. آرک سینوس دی مثلا آرک سینوس، فرض کنید بچه ها، آرک سینوس پی دو، آرک سینوس یک، یعنی میخوام بگیم که سینوس چه زاویه شده یک؟ میشه پی دوم، یعنی پی تقسیم بر دو، یعنی سلسله 14 تقسیم بر دو میشه 1.5708. ولی اگر بگم آرک سینوس دی یعنی چه زاویه بوده که سینوس شده یک، اون دی که بازم بذارم میشه زاویه رو بر حسب 90 درجه به ما میده. البته دستوراتی داریم مثل رادیان تو راد تو دج که در رادیان رو به درجه تبدیل میکنه، مثلا پی سوم رو که رادیان باشه به درجه تبدیل میکنه که شد 60 درجه، و دستور درجه دج تو راد رو داریم که باعث تبدیل درجه به رادیان میشه که این مثلا پی چهارمه، یا مثلا بنویسم 180 که بشه پی که بشناسید میشه پی 3/14159265. خب دستورات لوگاریتم رو داریم بچه ها. دستور لوگاریتم در واقع همون ln هستش که پایه اون عدد نپره. اگر ما بخوایم پایه لوگاریتممون عدد 10 معمولی باشه باید بنویسیم لوگ 10، دستور لوگ 10. دستوری که بخوایم لوگاریتم اون پایش 2 باشه بایستی از دستور لوگ 2 استفاده کنیم. دستور ای به توانه، عدد نپر به توانه تابع exp هستش. مثلا بخوایم تا ای به توانه منفی xi اومگا t بنویسیم بایستی بنویسیم exp پرانتز باز منفی xi ضرب در اومگا ضرب در t. پس این exp همون ای به توانه هستش. abs قدر مطلقه، قدر مطلقه. حالا توی دست عدد مختلط abs اندازه عدد مختلط رو میده. SQRT و 4 رادیکال گرفتنه. به جای رادیکال میتونیم از توان نیم استفاده کنیم. مثلا بخوایم بنویسیم رادیکال 2 میتونیم بنویسیم 2 به توان نیم، یا اینکه بنویسیم SQRT اسکوئرت 2. اسکوئرت 2 که نتیجه دو تاشون یکی میشه. خب و بریم سراغ بحث مهمی که در مطلب داریم و مطلب برای اون ساخته شده، بحث بردارها و ماتریس‌ها. بردارها و ماتریس‌ها، همونجوری که در متغیر سی دیدید که اعداد 1 تا 1 میلیون بود، پس این عملگر دو نقطه باعث میشه که بچه ها ما رنجی از اعداد رو بتونیم انتخاب کنیم. اگر بنویسیم آ مساوی است با 1.25، یعنی آ محتواش میشه اعداد 1 تا 5. حالا اگر یعنی یه دونه یه دونه 1, 2, 3, 4, 5. حالا اگر بخوایم مثلا ما بین اینها مثلا دوتا بره جلو، سه تا بره جلو، از دستوری مشابه این بی استفاده میکنیم. یعنی بنویسیم بی 2.2, 2.20، یعنی اعداد بین 10 تا 20 دوتا بره جلو، یعنی عدد وسطی استپه، گامه، گام رو شما در عدد وسط مشخص میکنید. مثلا بچه ها، مثلا حالا یه سی ال سی میزنم که این پاک بشه. خب آ مساوی است با 1.25 اینتر، اعداد 1 تا 5. بی مساوی است با 10 تا 20، 10 2.20، این اعداد 10 تا 20 ولی میخوایم 2 تا 2 تا باشه.
دو نقطه دو، دو نقطه بیست، بین 10 تا 20، 2 تا 2 تا، 10، 12، 14، 16، 18، 20، یک بردار اصطلاحاً سطری درست میکنه، یک برداری که در یه سطر وجود داره این عملگر دو نقطه میتونه ایجاد کنه. ما یه بردار رو میتونیم خودمون دستی ایجاد کنیم. مثلا فرض کنیم 3 تا عدد رو میخوام به صورت یه بردار تعریف کنیم. مثلا عدد 10، 40 و -20 رو دو جور میتونیم به صورت یه بردار تعریف کنیم. 30 مساوی است با یه کروش باز، 10، 40، -20 بینشون فاصله بذاریم، یا اینکه بینشون کاما بذاریم، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. پس بخوایم اعداد رو در یه سطر بنویسیم، بین اعداد یا فاصله میذاریم یا اینکه کاما میذاریم. واسه اینکه بگیم که اینا یه برداره، باید یه کروش ابتدا و انتها باشه. پس با این دستور سی که حالا این سی رو یا به صورت ما بین اینها فاصله میذاریم، که من معمولا خودم فاصله میذارم، این همینه. اگر بخوام همون بالایی رو یه بار دیگه بینشون کاما بذارم، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، پس یکی هستن. خب یه نکته ای هم از بچه ها، ما دکمه بالا، دکمه جهتی بالا روی صفحه کلید رو اگر بزنیم، من الان زدمش، دستوراتی که قبلا تایپ کردم رو میارن. این در واقع بچه ها این یه هیستوری از دستوراته، بهش میگن کامنت هیستوری. چجوری آوردمش؟ با زدن دست در واقع کلید بالا. این در واقع کامنت هیستوری فقط توی کجا کار میکنه؟ تو کامند ویندو. یعنی ما الان جلوتر که میریم توی اسکریپت مینویسیم، داخل نیو اسکریپت دیگه، اونجا کل کد رو مینویسه، میبینید دیگه، احتیاجی نیست که از کامنت هیستوری استفاده کنید. اینجا ببینید من اون چیزایی که کدایی که نوشتم رو میبینید. این چیزایی هستش که از اول ساعت تا الان نوشتم. مثلا الان دستور سی قبلی رو میارم و میخوام بینشون کاما بذارم، بینشون کاما بذارم، هیچ فرقی با بالایی نداره. پس ببینید این یه بردار سطری هستش. حالا بخوایم بردار ستونی تعریف کنیم بچه ها، بردار ستونی ما بینشون نقطه ویرگول بایستی بذاریم، نقطه ویرگول. پس اگر بخوایم بردار ستونی درست کنیم، بایستی چه کار کنیم بچه ها؟ بایستی حتما ما بینشون نقطه ویرگول درست کنیم بذاریم. مثلا همین بردار سی من یه در دکمه بالا زدم که دستور قبلی بیاد، ما بین این کاما به جای کاما نقطه ویرگول بذارم. ببینید الان 30 ستونی شد، 10 -20 = 40، یعنی 3 سطر داره و 1 ستون، 3 سطر و 1 ستون الان این سی. و حالا فرض کنید اعداد 1 تا 20 رو، 1 تا مثلا 10 تو متغیر دی بریزم، 1 تا 10، این رو بخوام ستونی کنم، چجوری میتونم ستونیش کنم؟ با یه دستوری هستش که در واقع یه عملگری هستش که میاد جای سطر و ستون رو عوض میکنه. چی؟ بچه ها ترانه آده کردن، ترانسپوز کردن. دستور ترانسپوز کردن چیه بچه ها؟ من الان دور این یه پرانتز میذارم که بشه اعداد 1 تا 10. دستور ترانسپوز کردن بچه ها با یه آپستروف هستش که اینجوری میذاریم. البته بچه ها ما آپستروف عادی داریم، یه نقطه آپستروف هم داریم. این رو بدونید که ترانهاده نقطه آپستروف هستش، این ترانهاده، این ترانسپوز هستش، در صورتی که اگه نقطه نباشه اصطلاحا بهش میگن کانجوگیت ترانسپوز، که اگر اعداد مختلط باشن اینها با هم دیگه متفاوت هستش، ولی نقطه در واقع عدد مختلط نباشه این با هم دیگه فرقی نداره. یعنی الان 1 تا 10 ستونی میشه. ببینید ستونیش کرد، جا سطر و ستونا رو عوض کرد. پس این دستوری که میبینید، اینی که میبینید انتهای یه بردار باشه، میتونه اون رو از سطری به ستونی، ستونی به سطری تبدیل کنه. این ترانهاده کردن هستش. این نحوه تعریف کردن بردار هستش. حالا نحوه تعریف کردن ماتریس به چه صورتی هستش؟ دقیقاً مشابه تعریف بردار هستش، خیلی راحت. مثلا یه ماتریسی داریم که 2-3 تا سطر داره و 2 تا ستون، یه ماتریس A که به این صورت میبینید. توی مطلب چجوری تعریفش میکنید؟ مینویسیم A مساوی است با کروش باز 1, 2. به جای بین اینا، به جای کاما میتونیم چی بذاریم؟ فاصله بذاریم. این سطر اول میشه، نقطه ویرگول که بذارید میره سطر پایین، میره سطر پایین. -3 و 0، -3, 0 میشه سطر 2، نقطه ویرگول میره خط بعدی 4 و 5. حالا به جای این کاما ما میتونیم فاصله بذاریم، خیلی راحت.
من یه ماتریس دو سطح، سه سطح، دو ستونی همین جوری تعریف میکنم. آ مساوی است با اعداد، حالا یک دو چهار، این البته سه تا ستون داره، یک دو چهار و دو تا سطح، منفی سه، یک و هشت. این الان چه ماتریسی هستش بچه ها؟ یه سطر داره، یک دو چهار، و سطر بعدیش منفی سه، یک، هشت. یعنی سه تا ستون داره و دو تا سطر داره. این ماتریس آ هستش. پس نحوه تعریف کردن ماتریس ها بچه ها خیلی آسون هستش. ما به این صورت میتونیم ماتریس ها رو تعریف کنیم. این نحوه تعریف کردن هستش. همونجوری که عرض کردم بچه ها، با یه ترانسپوز، با یه آپستروف هم میتونیم این ماتریس ها رو چیکار کنیم؟ این ماتریس ها رو در واقع ترانسپوز کنیم، یعنی ترانهاده کنیم، جای سطر و ستون ها رو عوض کنیم. آ ترانسپوز میشه چی؟ یک، دو، سه، چهار. حالا بهتون گفتم که این آ ترانسپوز با این آ ترانسپوز نقطه یه فرقی داره، که توی اگر محتوای ماتریس اعداد مختلط باشه، این میاد مزدوجش رو میگیره به صورت عادی بدون نقطه، مزدوج میگیره و ترانسپوز میکنه، که این عملگرد بچه‌ها معمولا الان استفاده میشه. پس حواستون باشه اگر اعداد مختلط بود بخواید ترانسپوز کنید، باید حتما از نقطه آپستروف استفاده کنید. این ترانسپوز خالی هستش. حالا که اگر من اینو استفاده کنم، میبینید هیچ فرقی با تو اعداد صحیح، اعداد حقیقی هیچ فرقی با ترانسپوز، با نقطه ترانسپوز با هم دیگه ندارن. خب ماتریس ها بچه ها خیلی راحت، ما اگر دو تا ماتریس تعریف کنیم سایزشون یکی باشه، راحت میتونیم جمع کنیم، ضرب کنیم، جمع کنیم و منها کنیم. خیلی راحت اتوماتیک جمع ماتریس ها رو انجام میده. اگر دو ماتریس بشه در هم ضرب بشن، خیلی راحت با آ ضرب در بی ضرب میشن. میتونیم ماتریس ها رو به توان برسونیم، یعنی بنویسیم آ به توان دو، آ به توان دو یعنی ماتریس دو بار در خودش ضرب بشه، سه بنویسیم آ به توان سه، سه بار در خودش ضرب بشه. تو ماتریس های مربعی میتونیم این کار رو انجام بدیم. مثلا من این کار رو انجام میدم، مثلا آ رو به صورت یه ماتریس سه در سه تعریف میکنم، یک دو سه چهار پنج شش، حالا دیگه هفت هشت نو نمینویسم، یه مقادیر دیگه مینویسم، منفی نو. این ماتریس آ هستش. ماتریس بی، حالا فرض کنیم همین ماتریس بی همین ماتریس آ هستش، به اضافه عدد دو بشه، همش دو تا بش اضافه بشه. ببین الان یه ماتریس آ داریم، یه ماتریس بی داریم. حالا ماتریس آ به اضافه ماتریس بی جمع میکنه، آ منهای بی انجام میده. اختلافشون ببینید شد منفی دو. چرا؟ چون در واقع آ دو تا بیشتر از بی بود، پس آمنای ب کلن شد منفی دو، دو منفی دو، منفی دو، همش منفی دو بود شد. حالا آ به توان مثلا ده، یعنی ماتریس آ ده بار در خودش ضرب بشه. ببینید چقدر این حرکت حرکت دشواری هستش با دست انجام دادن. همون آ ضرب در بی هم بچه ها یه حرکت سخت هسته، چه برسه به آ ده بار تو خودش ضرب بشه. پس ببینید تو محاسبات ماتریسی میبینید که مطلب خیلی فوق‌العاده پرقدرت هستش. آ سه بار در خودش ضرب بشه و بی هم سه بار در خودش، مثلا پنج بار در خودش ضرب بشه، بعد حاصلشون در همدیگه ضرب بشه، بشه مثلا ماتریس سی، ماتریس مثلا سه در سه دیگه میشه. ببینید این کارها رو مطلب به راحتی و خیلی روان میتونه انجام بده. اصلا پس الان میبینید که مطلب، چرا بهش میگم مطلب؟ چون کار با ماتریس ها رو خیلی راحت میتونه انجام بده. خب ببینید ما الان این متغیرهایی که دیدید، آ کوچیک، آ بزرگ، همه اینایی که استفاده کردن همه رفته تو ورک اسپیس. یعنی ما با یه کلیر کردن میتونیم ورک اسپیس رو پاک کنیم. ببینید ورک اسپیس پاک شد. ولی حالا کامند ویندو سر جای خودشه. با یه سی ال سی هم میتونیم کامند ویندو رو پاک کنیم. ببین هیچی به هیچی. پس با یه سی ال سی، یه کلیر میتونیم هم ورک اسپیس و هم کامند ویندو رو پاک کنیم. خب عرضم به حضورتون، ما برای تعریف بردارها یه دستور داریم به اسم لین اسپیس، که در واقع یک برداری رو تعریف میکنه ما بین دو عددی که ما خودمون میخوایم و به تعداد نقطه‌ای که میخوایم. مثلا بهتون میگم بچه ها، مثلا ما دوست داریم که
یه نموداری تعریف در واقع ترسیم کنیم که ما بین 0 تا پی مثلا 50 تا نقطه باشه. خب چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ به دو صورت میتونیم انجام بدیم. یکی این که بگیم که آقا این متغیر x ما با دستور linear space هستش linear space ما بین 0 تا پی 50 تا نقطه. این راحت ترین راه. حالا بذار بنویسیم 10 نقطه که ببینید 10 نقطه رو. این 10 نقطه عدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 نقطه بین 0 تا پی، بین 0 تا 114 10 نقطه. این یه راه حلش. پس این دستور لین اسپیس هم بچا چیکار میکنه؟ اینم میاد بردار درست میکنه ما بین دو تا عدد به تعداد عدد سومی که وارد میکنیم، این رو تقسیم بندی میکنه. یعنی ما الان اینجا 10 تا نقطه میخوایم. ما بین 10 تا نقطه بچا البته 9 تا باز است. مثلا بچا مثلا بخوایم ما بین 0 تا 20 اعداد مثلا زوج رو در بیاره 0 تا 20، این 11 تا نقطه است. اگر میخوایم اعداد 0 2 تا 20 رو در بیاریم باید بنویسیم 11. چرا؟ چون 0 تا 20 11 تا عدد میشه. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یعنی یه جورایی بچه ها توی دستور لین اسپیس تعداد بازه هایی رو که میخوایم بایستیم یه دونه بیشتر، تعداد بازه ها یه دونه کمتره تعداد بازه ها. خب پس اینم دستور لین اسپیس بود که چیزی شبیه به همین دستور دو نقطه است. یعنی من الان بخوام بین 0 تا پی رو 10 نقطه کنم، به جای این دستور من میتونم از چه دستور استفاده کنم؟ بنویسم x مساوی است با از 0 تا پی بازه‌اش چقدره؟ پی دهم پی دهم، یعنی پی دهم از 0 تا پی بازه گامش چقدره؟ پی دهم پی دهم. پس به جای لین اسپیس خیلی راحت میتونیم از این دستور هم استفاده کنیم که دقیقاً بم بالای یکی هستش، 0 تا 114 10 تا عدد، که اینجا هم از 0 تا 114 ولی 11 تا شد. چرا 11 تا شد؟ چون خود 0 هم جزءش هست و اینجا این 10 تا به ما میده. بخوایم اینجا 10 تا به ما بده بایستی در واقع یه مقداری اینجا سخت میشه، مگه اینجا بگیم که یه x اون آخریش رو حذف کنیم که درست بشه. خب یه جورایی وقتی که بخوایم تعداد گام هایی رو، تعداد در واقع درایه هایی رو که میخوایم به صورت خروجی داشته باشیم از لین اسپیس استفاده کنیم، بچه ها راحت تر هستش. یعنی من بین 0 تا پی 10 تا عدد میخواستم، این 10 تا به ما داد، ولی اینجا چی؟ چون خود 0 رو هم قاطیش کرد بچه ها 10 تا به ما نداد. خب پس یه جاهایی رو که ما تعداد نقاط ثابتی رو میخوایم استفاده از لین اسپیس راحت تر هستش. مثلا الان اینجا یک مثالی هم زدیم که حالا نمودار هم ترسیم کردیم که با استفاده از دستور پلات که جلوتر توضیح میدیم. مثلا x بین 0 تا 2π، اگر تعداد ننویسیم به صورت اتوماتیک مطلب 100 تا در واقع تقسیم بندی میکنه. بین در واقع لین اسپیس بین 0 تا 2π تعداد ننوشتیم، خودش 100 تا گرفته، به ازای این 100 تا عدد سینوس رو حساب کرده و پلات کرده. یعنی یه نمودار رو بین 0 تا 2π نمودار سینوس رو تعریف کرده. خب اینم دستور لین اسپیس بود. بریم یه مقداری سراغ یک سری توابعی که روی حالا بردار بیشتر کار میکنه، ولی بهتون میگیم که این توابع روی ماتریس ها هم کار خواهد کرد. خب توابعی که داریم که روی بردارا کار میکنه تابع مینیمم کردنه، مینیممه. یعنی ما یه برداری داشته باشیم بگیم که مقدار مینیممش چنده، با استفاده از دستور مینیمم اون رو بهمون میده. دستور ماکس رو داریم، دستور سام رو داریم که همه رو با هم جمع میکنه، دستور پرود رو داریم که همه رو در هم پروداکت میکنه، ضرب میکنه، دستور مین رو داریم که متوسط میکنه، دستور سورت رو داریم که مرتب میکنه. من اینا رو همه رو روی یه بردار انجام میدم، این رو CLC کنم بچه ها، بردار A رو تعریف میکنم به صورت 1 4 -1 7 12 18 3 -9. یه بردار اینجوری داریم. حالا دستور مین، مینیموم مقادیر A چقدره بچه ها؟ -9. ماکسیموم مقادیر آ چقدره؟ 18. خب
دستور سام رو داریم. سام تمام اعداد داخل آ رو با هم دیگه جمع میکنه، سام آ میشه 35. دستور پرود رو داریم، ضرب میکنه، پرود آ، تمام اعدادی که داخل آ هست رو در هم دیگه ضرب میکنه، شده 163296. دستور سورت رو داریم، مرتب میکنه، دستور سورت آ، از کوچیک به بزرگ. حالا بخوایم از بزرگ به کوچیک باشه چی؟ بچه ها ما دستور هلپ رو داشتیم، گفتیم که توضیح میده. من میخوام ببینم آیا مطلب به ما در مورد سورت، یعنی مرتب کردن، یه توضیح بده، ببینم آیا برعکس میتونه مرتب کنه، یعنی از حالا این از کوچیک به بزرگ مرتب کرد، آیا از بزرگ به کوچیک داره؟ یه دستور هلپ بود که خدمتون گفتم. من هلپ سورت میزنم ببینم چی گفته هلپ سورت. خب هلپ سورت ببینید توضیحات زیادی داد، توضیحات زیادی داد. خب گفته که ببینید اینجا تو این قسمت ببین نوشته بی مساوی با آ دایرکشن، نوشته اسندینگ که به صورت پیشفرض از کوچیک به بزرگ مرتب میکنه، و دیسندینگ هست. اگر ما در ادامه این آب بنویسیم کاما دیسند، این رو بنویسیم، من این رو کپی میکنم و میام این انتها همون دستور سورت رو یه دونه دیگه میام بالا، دوتا دسته بالا زدم و ادامش کاما پیست میکنم، این از بزرگ به کوچیک مرتب میکنه. ببین بس من حقیقتش یادم هم نبود که این دیسنت رو چجوری می نویسن. یه هلپ زدم روی سورت، مطلب خودش بهم گفت که دست نوشتن صحیح سورت چجوریه. حالا هم میتونیم هلپ سورت بزنیم، هم به صورت کلی هر دستوری که دیدین روش دکمه F1 رو بزنید، یا این دکمه هلپ رو بزنید. این هلپ رو که بزنید در مورد این دستور میاد توضیحاتش رو میاره، که البته اینجا خود هلپ رو باز کرد. ما این توی بالا میتونیم مثلا دستور سورت رو سرچ کنیم، هر دستور دیگه بود سرچ میکنیم و حاصل اون رو میتونیم بیاریم. ببینید انواع نوشتن در واقع دستور سورت به این صورت هست. تو قسمتی که دایرکشن هست اینجا اگزمپل هم داره، اگزمپل داره اعدادی که الان به صورت، البته ماتریس، من الان ماتریس رو نگفتم، در هر صورت دیسند رو ماتریس، سورت رو ماتریس ها هم کار میکنه، که الان بهتون میگم که چجوری کار میکنه، الان نمیخواستم این رو بهتون بگم، ولی در هر صورت وقتی که دستور مثل سورت روی یه ماتریس به کار برده میشه، رو ستون هاش کار میکنه، یعنی هر ستون رو مرتب سازی میکنه. یعنی اگر به صورت عادی بدون دیسند باشه اعداد از کوچیک به بزرگ، با دیسند باشه از بزرگ به کوچیک، تمام ستون از بزرگ به کوچیک مرتب شده. خب بحث بعدی ما بچه ها اینه که اینا دیدید روی بردار دیدیم کار میکنه، یعنی مینیمم مقادیری بردار، ماکزیمم، سام، جمع، حالا دستور مینیمم هم مین کردن که میشه متوسط گرفتن، یادم رفت بنویسم مین، بچه ها متوسط رو میده، یعنی متوسط مقادیر داخل آ، متوسطشون چقدره؟ 4375. این دستور مین چیه؟ اوریج رو به ما میده. حالا بچه ها هر کدوم از این دستورات رو اگر روی ماتریسی به کار ببریم، روی ماتریسی به کار ببریم چی میشه؟ مثلا یه ماتریسی داریم به این صورت که الان توضیح میدم، این ماتریس رو در واقع ماتریس جدول ضرب 5x5 که الان بهتون میگم که چجوری این رو نوشتم. ماتریس جدول ضرب 5x5 رو داریم. حالا میخوایم اگر دستور سام رو روش به کار ببریم چی میشه؟ دستور سام دیدید روی یه بردار کار میکرد، نه رو ماتریس. اگر رو ماتریس به کار ببریم بچه‌ها، این سام میاد هر ستون رو به عنوان یه بردار در نظر میگیره، یعنی انگار این 5 تا برداره، جمع هر ستون رو مینویسه و ستون اول جمعش 15، ستون دوم 30، در ستون سوم 45، ستون چهارم 60 و ستون بعدی 75. دستور مین رو بنویسیم، باز مین رو هر ستون کار میکنه. پس دستوراتی که بچه ها در مطلب که رو بردار کار میکنه، اگر روی ماتریس به کار ببریم ستونی روش کار میکنه، یعنی مینیموم به کار مینیموم استفاده کنیم، میاد مینیموم هر ستون رو میده. مینیموم ستون اول 1، مینیموم ستون 2، مینیموم ستون 3، 4 و 5.
ماکزیموم چی؟ ماکزیمومش خب دیگه عدد آخره، 5 10 15 20 25. خب حالا این جدول ضرب رو چه جوری انجام دادم؟ ببینید اعداد 1 تا 5 رو ترانسپوز کردم، یعنی این میشه ستونی، این ستونی میشه 5 سطر و یه ستون، و اینم خودش که یه سطر 5 ستون هستش، پس یه 5 در 1 در 1 در 5 میشه 5 در 5 جدول ضرب 1 در 5 که الان من همین رو اینجا هم نشون میدن، سی ال سی میکنم پاک بشه، جدول ضرب مثلا 7 در 10 در 10 میشه اعداد 1 تا 10. این 1 تا 10 بچا اعداد چیه؟ این البته 1 تا 10 شاید بزرگ باشه، اجازه بدید 1 تا 10 رو تست کنم. نه مشکلی نداره، اعداد 1 تا 10 بچا یه بردار سطریه، یعنی یه سطر داره و 10 تا ستون. اگر این کارو بکنم چی میشه؟ برعکس میشه، برعکس میشه. الان 10 سطر و یک ستون، 10 در 1. الان این 10 در 1 ضرب در 1 در 10 بشه، سایز رو دارم میگم، 1 در 10 بشه، حاصل ضرب اینها ضرب ماتریسی دیگه، این 10 در 1 در 1 در 10 حاصلش میشه 10 در 10 که همون جدول ضرب 10 در 10 هستش که میبینید. به این صورت خیلی راحت به دست میاد. حالا شاید مثلا توی یک زبان دیگه بهتون بگن جدول ضرب 10 در 10 بنویسید، باسی دو تا حلقه فور استفاده کنی، فور 1 تا 10، فور جی از 1 تا 10، بعد حاصل آی ضرب در جی رو چاپ کن، تازه این شکل خوشگل اینجوری هم در نمیاد. اگه تو مطلب ببینید خیلی راحت تونستیم یه جدول ضرب 10 در 10 بنویسیم. حالا فرض کنید من دستو سورت رو بنویسم، سورت گفتم روی ارزم بوزو مرتب سازی، روی چی کار میکرد بچه‌ها؟ روی بردار کار میکرد، ولی من میخوام روی ماتریس کار در واقع بذارم. البته خب اینا مرتب هستش، از کوچیک به بزرگ هستش، سورت عادی روی این تاثیر نداره، ولی من به صورت دیسنت به کار میبرم، دیسنت، امیدوارم درست نوشتمش، نوشته باشم، بگم یه اسی جا مونده. ببینید برعکسش کردم، ببینید رو ستونها به کار برده شد، رو ستونها عمل کرد، 10 به 1 20 به 2 30 به 3، پس این دستور سورت رو ستون کار کرد. حالا من بخوام سام بزنم، جمع بزنم رو آ، این جمع هر ستون رو به ما میده، جمع هر ستون رو به ما داده سام، که به این صورت هستش. خب پس اینم یک مقداری در واقع دستوراتی که رو بردار کار میکنه، و این دستوراتی که رو بردار هستش، حالا یا سطری یا ستونی، رو اگر روی ماتریس به کار ببریم روی ستونها اعمال میشه. خب ما بچه ها، ما اگر یک برداری رو داشته باشیم، یه برداری رو داشته باشیم یا یک ماتریسی داشته باشیم، بخوایم به یه درایش دسترسی داشته باشیم، مثلا بخوایم بگیم سطر دو ستون یکش چقدره؟ ببینید سطر دو، سطر اینجا، سطر دو ستون یک، سطر دو ستون یک چقدره؟ منفی 3. اینجوری می نویسیم آ دو یک، آ سه دو یعنی سطر سه ستون دو که 5. اگر بخوام بگیم که کل سطر سه رو می خواهیم، می نویسیم آ سه و دو نقطه، این دو نقطه جا ستون گذاشتیم، یعنی سطر سه کل ستوناش یعنی 4 و 5. بنویسم آ دو و دو نقطه یعنی کل سطر دو، کل سطر دو که کل سطر دو منفی 3 و اینجا اشتباه نوشتیم، میشه منفی 2 و این در واقع این چیزی که نوشتم کل ستون 2، یعنی کل ستون 2، کل ستون 2 میشه 2 3 5، اینجوری می‌خواستم بنویسم، احتمالاً اشتباه نوشتم. این نحوه دسترسی به درایه‌های در واقع ماتریس، من اینها رو الان توی محیط مطلب تست می‌کنم. این آخری یه چیز مهمی هستش که ما زیاد ازش در ادامه استفاده خواهیم کرد در جلسات بعد، این رو یه مقداری به صورت ویژه‌تری بهتون توضیح میدم، این آخری خیلی مهم هستش، هرچند چیز آسونیه ولی خیلی به درد ما میخوره. دوباره سی ال سی میکنم این صفحه پاک بشه، یه ماتریس مثلا 3 سطر 4 ستونی درست میکنم، مثلا آ مساوی است با 1 1 2، الان 4 تا شد، 2 منفی 1 2 و 4، اینم 4 تا است، و یه سطر دیگه هم درست میکنم، 5 8 منفی 3 و 6، اینم 4 تاست. بله
الان این چیه بچه ها؟ 300 داره و 4 ستون. حالا بخوام بگم که این 8 رو میخوام، این 8 کجا؟ 8 سطر 3 ستون 2، یعنی آ سطر 3 و ستون 2 میشه چی بچه ها؟ میشه 8. حالا بخوام بگم که ستون 3 رو میخوام، ستون 3 رو میخوام، ستون 3 یعنی دو نقطه میذارم به جای سطر، میگم کل ستون 3 رو به ما بده. ستون 3، ستون 3 چیه؟ 3 2 منفی 3. حالا بهش بگم که سطر 2 رو به ما بده، می‌نویسیم آ سطر 2 و دو نقطه، سطر 2 رو به ما میده. خب یه دستوری داریم به اسم اند. اند همیشه آخری رو به ما میده. مثلا بنویسم که سطر آخر ستون 2، سطر آخر، ببین سطر آخر ستون 2 میشه 8. پس ببین ما دستور اند رو هم داریم، سطر آخر ستون، پس اینجا ما اولی سطر، دومی ستون، سطر آخر و ستون 2. حالا بنویسم آ اند اند، به نظرتون کجا رو به ما میده؟ آ اند و اند، یه لحظه نگاه کنیم، این آ هستش، آ اند و اند یعنی آخرین سطر و آخرین ستون، میشه چند؟ میشه 6. آ اند اند میشه 6. به این صورت ما این ماتریس آ رو میتونیم به درایه‌هاش و یا به سطرهاش و یا به ستون‌هاش دسترسی داشته باشیم. این مهم هستش بچه ها. من آ رو یه بار دیگه اینتر میزنم که آ رو ببینم. ببین بچه ها، ما الان میخوام فرض کن دو تا سطر یک و دو، در واقع سطر یک و سطر دو، عرضم به حضورتون، اجازه بدید به این صورت، سطر یک و سطر سه، ببینید سطر یک و سطر سه، ستون دو و ستون چهار رو انتخاب کنیم، یعنی سطر یک و سطر یک و سطر سه و همزمان ستون دو و ستون چهار، یعنی فصل مشترک اینها، یعنی اینها رو، یه دو در دوی رو میخوام ازش جدا کنم که مربوط به چیه؟ که مربوط به در واقع سطر یک و سه و ستون دو و چهار هستش. چجوری این کار رو انجام میدم؟ ببینید ما اینجوری مینویسیم، میگیم که آ یک کروشه باز میکنیم، کروشه اول سطرها رو میگیم، کدوم سطرها رو میخواستیم؟ سطر یک و سه، یک کاما میذاریم و ستون دو و چهار، دو کاما چهار. به این صورت بچه ها سطر یک و سطر سه رو در نظر میگیره، ستون دو و چهارش رو جدا میکنه، یعنی جواب این یه دو در دوی میشه، دو در دوی میشه، میشه کدوما؟ میشه یک چهار هشت شش، یک چهار هشت شش، همینایی که زرد کردم. خب این دستور مهمی هستش. ما حالا تو بحث مربوط به در واقع سرهم کردن ماتریس ها، تو بحث در واقع تحلیل سازه باش سر و کار داریم. خب این رو بعداً بیشتر توضیح میدم جلسه بعد. خب ما پس این دسترسی به درایه های ماتریس خیلی مهم هستش که بایستی ازش بتونیم استفاده کنیم. خب ما دستور معکوس ماتریس رو داریم، معکوس یه ماتریس رو با دستور این داریم، اینورس. دستور به جای اینورس میتونیم به راحتی یه ماتریس رو به توان منفی یک برسونیم. این بچه ها چیکار میکنه؟ معکوس ماتریس رو به ما میده. بخوایم دترمینان یه ماتریس رو حساب کنیم، دستور دترمینان دت بی رو مینویسیم. خب دستور EIG رو داریم که اصطلاحاً مقادیر ویژه رو به ما میده و بردارهای ویژه. بردارهای ویژه رو داخل V و مقادیر ویژه رو داخل X ذخیره میکنه، که حالا نمیدونم که حالا توی ریاضیات اینها رو خوندید یا نخوندید. در هر صورت با استفاده از دستور EIG که اصطلاحاً Eigen Value and Eigen Vector هستش رو برای ما محاسبه میکنه. یه سری بردار ماتریس های خاص رو داریم که من این ماتریس های خاص رو اینجا آوردم، ماتریس زیروز هستش که نتایج خروجی اونها رو میبینیم. ببینید بچه ها دستور ماتریس زیروز هستش که در واقع
ماتریس صفر ساز هستش، صفر میسازه. اگر بنویسیم 02 یه ماتریس 2 در 2 صفر برای ما درست میکنه. اگر بنویسیم 03 یه ماتریس 3 در 3 صفر درست میکنه. ولی اگر تعداد سطر و ستون‌ها بخوایم متفاوت باشه، مثلا بنویسیم 2 سطر صفر و 3 سطر ستون، به این صورت می‌نویسیم 2 و 3 همش صفر باشه. خب دستور وانس رو داریم، وانس یعنی دستور 1. اگر بنویسیم وانس 2 در واقع وانس 2 همش یه ماتریس 2 در 2 که همش 1 درست میکنه. اگر همش می‌خوایم 1 باشه مثلا 3 در 3 می‌نویسیم وانس 3 تموم شد. پس اگر یه دونه عدد به کار ببریم در واقع هم تعداد سطر رو هم تعداد ستون ها رو به اندازه اون عدد میگیره. ولی اگر دو عدد به کار بگیریم، عدد اول تعداد سطر و عدد دوم تعداد ستون هاست. ماتریس آی رو داریم که همون آی هستش، واقعا این به صورت چشم نوشته میشه، آی یعنی چشم، ولی همون دستور در واقع ماتریس آی یعنی همانی هستش که قطر اصلیش یک بقیه صفر. آی دو در واقع ماتریس همانی دو در دو هستش که قطرش یک بقیهش صفر. آی سه قطرش یک بقیه همش صفر. آی چهار هم به همین صورت. ولی اگر آی مثلا بنویسیم دو در سه، دو سطر و سه ستون میاره همش صفره ولی قطر اصلیش یک، یعنی سطر یک ستون یک، سطر دو ستون یکش، سطر دو ستون دوش هم یک هستش. اینم دستور آی هستش. دستور رند داریم که حالا خیلی ازش استفاده نمی کنیم. اعداد رندوم به بین 0 تا 1 درست میکنه. رند 2 اعداد رندوم بین در واقع 2 در 2 ایجاد میکنه بین 0 تا 1. این هم خب سایزش اگر میخوایم 3 ست 2 ستون باشه میبینیم رند 3 و 2. اعداد بین 0 تا در واقع 1 رو به صورت رندوم برای ما درست میکنه. دستور رند آی هستش که این رند آی مشخص میکنه که در اعدادی که ایجاد میکنیم به صورت اینتجر باشه، یعنی اعداد صحیح باشه بین یک تا عدد اولی که وارد میکنیم. یعنی رند آی 10 به معنای اینه که اعداد ما بین یک تا 10 باشه. و 3 مشخص میکنه که این 3 در 3 هستش. پس اینجا 3 در 3 هستش، اعداد به صورت تصادفی بین یک تا 10 ایجاد شده. حالا اگر تعداد سطر و ستون ها اگر بخوایم متفاوت باشه، این عدد دومی رو به صورت یه بردار مینویسیم. بنویسیم 4 و 3 یعنی 4 سطر داره و 3 تا ستون، اعدادش هم ما بین 1 تا 10 به صورت رندوم پر شده. خب اینا خیلی با رندوم ها کاری نداریم. دستور دیاگ رو داریم که قطری سازی میکنه یا قطری سازی جدا میکنه. دو حالت استفاده میشه. دیاگ اگر بر روی یک ماتریسی به کار برده میشه، یعنی آ مساوی با این باشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باشه، اگر بنویسیم دیاگ قطر اصلیش رو جدا میکنه، یعنی میشه 1 5 9. پس دیاگ قطر اصلی رو جدا میکنه. و دوباره اگر ما ببین الان ما دیاگ چی شد، این بی کوچیک شد قطر اصلی. اگر ما دیاگ رو روی یک بردار به کار ببریم، میاد این اعداد رو روی قطر اصلی ماتریس قرار میده، بقیه رو صفر میکنه. پس دیاگ اگر رو ماتریس به کار برده بشه قطر اصلی رو به ما میده. اگر دیاگ رو بردار به کار برده باشیم، اون بردار رو تبدیل به ماتریسی میکنه که قطر اصلیش این عدد بیه و بقیهش صفره. یه ماتریس قطری درست میکنه با این دستور دیاگ. و مورد بعدی بچه ها یک سری دستوره که ما سایز بردار یا ماتریس رو ازش میخوایم دراریم. مثلا یه بردار آ رو داریم، میخوایم ببینیم طولش چقدره، چند تا عدده. خب لنگس آ این در واقع 4 تا عدده، لنگسش میشه 4. دستور لنگس رو داریم، معمولا رو بردارها به کار برده میشه. حالا اگر روی یه ماتریس به کار برده بشه، مثلا یه ماتریسی که 2 تا سطر داره و 3 تا ستون، دستور لنگس ماکسیموم اینها رو میده. یعنی حالا یا 2 سطر یا 2 تا سطر داره یا 3 تا ستون، حالا تعداد سطر یا تعداد ستون هر کدوم ماکسیموم باشه رو به ما میده. میگه که آقا این ماکسیموم تعداد درایاش، حالا یا سطر یا ستونش 3 هستش. یه دستور دیگه داریم number of element هستش که با نام ال میذاریم. این نام ال باعث میشه که تعداد درایه ها رو به ما بده. مثلا این آ همین آ اولی هستش که 4 تا درایه داره. بنویسیم نام ال 4 تا درایه داره. حالا اگر بنویسیم نام ال آی که 6 تا عدد بود، میشه 6 تا عدد داره. و خب پس این نمبر المنت تعداد درایه ها رو به ما میده.
و دستور سایز رو داریم. این دستور سایز هم تعداد سطرها رو میده هم تعداد ستونها رو میده که معمولا رو ماتریس ها به کار برده میشه. مثلا آ که دیدید یه بردار بود، یه سطر و چهار ستون، یه سطر و چهار ستون، بنویسیم سایز آ، جوابش دو تا عدده، جوابش یه برداره، یک و چهار. اگر بنویسیم سایز آ، میگه دو سطر و سه ستونه. حالا این سایز آ رو میتونیم تعداد سطرها و ستونهای یه ماتریس رو هم به ما بده. اگر بنویسیم سایز آ و یک، تعداد سطرها رو به ما میده که دو سطره، و اگر بنویسیم سایز آ و دو، تعداد ستونها رو به ما میده. اگر ما با یه دستور سایز تعداد سطرها و تعداد ستونها رو هر دوتا بخوایم ذخیره کنیم، به این صورت مینویسیم. مینویسیم مثلا number of row، nr، row یعنی سطر، number of columns، nc یعنی حالا مخفف number of columns، تعداد ستونها، nr، nc مساوی سایز آ، تعداد سطرها رو میریزه تو nr، دوتا سطر داریم، و تعداد ستونها رو میریزه تو nc که سه تا ستون داریم. به این صورت ما تعداد اعضای یک ماتریس رو میتونیم حساب کنیم. خب اگر بخوایم بچه‌ها یک دستگاه معادله خطی رو حل کنیم، یه دستگاه معادله خطی، عرضم به حضورتون یه معادله که داریم به این صورت، ما تو جبر ماتریسی داریم که این ضرایب x ها ضرب در x مجهول مساوی با b هستش، که این b ضرایب در واقع معلوم سمت راست هستش، و مقادیر مجهول x چجوری به دست میاد؟ آ میره اونور معکوس میشه با b حاصل میشه. خب اگر بخوایم این x رو تو مطلب به دست بیاریم چه کار میکنیم؟ اول آ رو در واقع تعریف میکنیم. آ میشه این ضرایب این x ها، یعنی آ اول 2 1 منفی 1 و 1 هستش، 2 1 منفی 1 و 1، سطر بعدی نقطه ویرگول، سطر بعدی 3 4 1 منفی 3، 3 4 1 منفی 3، 2 منفی 1 3 و منفی 2، 2 منفی 1 3 و منفی 2، و سطر آخر. این آ ضرایب این x هاست، ضرب مجهول به ماتریس ضرب مجهوله، و B هم ضرب سمت راست طرف معلومه که باعثی به صورت ستونی بنویسیمش، میشه 2 نقطه ویرگول، سطر بعدی 0، سطر بعدی منفی 4 و من و 8. خب اگر بخوایم X رو به دست بریم، کافیه که A معکوس رو A منفی 1 رو در B ضرب کنیم. ببینید X مساوی است با اینورس A ضرب در AB، X به دست میاد. این 4 تا عدده کلات، من یه زبدری گذاشتم روش، گفتم که این جالب نیست، یه کد غیر کارایی هست، این افیشینت هست که الان بهتون میگم چرا. یا میتونیم بنویسیم x مساوی است با معکوس a ضرب در b، جواب به دست میاد با همون یکی، با همون اولی یکی. ولی تو مطلب بچه ها یه دستوری داریم a backslash b، a تقسیم بر b، این رو بهش میگن تقسیم برعکس، یعنی تقسیم برعکسه. تو این تقسیم برعکس انگار که b تقسیم بر a شده، یعنی از این ور ببینید b تقسیم بر a شده. یعنی چی؟ یعنی اینجا ببینید این a اگه بخواد بره این ور، در واقع انگار که میشه b تقسیم بر a. ما این a backslash b رو اگر بنویسیم جواب به دست میاد. ما معادلات خطی رو معمولا از این استفاده میکنیم، این کد کارا هستش. خود مطلب هم همیشه اگر این رو توی در واقع ادیتور بنویسید، همیشه اگر اینا رو بنویسید بهتون گیر میده، میگه اینجوری بنویسید بهتر هستش. چرا؟ چون اینجا توی محاسباتی که انجام میشه بچه ها، اول معکوس انجام میشه، خود معکوس انجام دادن بچه ها یک پروسه زمانبری هستش، اگر مخصوصا ماتریس بزرگ باشه. پس یه پروسه معکوس کردن داره و یه پروسه ضرب کردن داره، که خود این معکوس کردن ممکنه این وسط مشکلات مربوط به عدم همگرایی داشته باشه و یه سری داستانا داشته باشه که اذیت میکنه. پس ما یه اینورس رو داریم، معکوس کردن ماتریس رو داریم، و یه ضرب رو داریم، دوتا. ولی که این دوتا مثل همن، ولی تو این یکی چی؟ تو این یکی ما در واقع ماتریس معکوس حساب نمیشه، بلکه از یک مثلا روشی، مثلا فرض کن حذفی گوس جوردن میاد، جوابها رو به ما مستقیم میده. پس تو این روش ماتریس معکوس گرفته نمیشه، ضرب انجام نمیشه، جواب مستقیم به دست میاد. مخصوصا بچه ها این کد وقتی که ماتریس ها بزرگ باشه خیلی فرق داره با این دستورات، و منجر میشه که خیلی جواب ها راحت و بهتر به دست میاد. ولی اینها ممکنه توی ماتریس های بزرگ ممکنه دچار در واقع یک سری مشکلات عددی بشن، که این معمولا دچار
نمیشه.